امپراتور جوستین یک بی سر و پای بی اطلاع از حکومت چگونه به قدرت رسید و تبدیل به هماوردی برای شاهان ساسانی و قباد شد و آتش جنگ رو به ایران و میان رودان کشوند. برای آگاهی از حقیقت تاریخ و زندگی واقعی جوستین و وقایعی که در عربستان و ایران و روم میگذره تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت 66ام از شاهنامه به نثر و بررسی دوران ساسانی خوش اومدید. همونطور که ابتدای ویدیو گفتم، توی این قسمت میخوایم در مورد جوستین پادشاه روم صحبت کنیم و اینکه چجوری به قدرت میرسه و اینکه در ابتدا اصلا چه کاره بوده، کجای تاریخ بوده، چجوری میتونه از یک جایی در پایین ترین سطح و لول اجتماعی تبدیل بشه به یک امپراتور قدرتمند و چه شیطنت هایی داره میکنه، چه کارهایی داره میکنه علیه ایرانی ها و چجوری آتیش جنگ رو در ایران و میان رودان و اینا شعله ور میکنه و باعث اتفاقات بعدی در تاریخ ایران و روم میشه. خب اگر ویدیویی که مربوط به خاندان لئونید بود رو دیده باشین، اونجا در مورد خاندان لئونید امپراتوران روم صحبت کردیم، توضیحات مفصلی دادیم و گفتیم آخرین پادشاه خاندان لئونید آناستاسیوس است که این شخص یک داستانی براتون نقل کردم اونجا و گفتم اینطوری براش گفتن که میگه که خب این پسری نداشته، میگه در مورد امپراتور بعدی چیکار کنیم چیکار نکنیم، یک صندلی بازی راه میندازه که اون صندلی بازی هم هر کی زودتر نشست بهش امپراتوری رو بدم، اونم به نتیجه نمیرسه، در نهایت میگه هر کی اول نفر از در اومد تو من امپراتوری رو میدم به اون، که همون موقع جوستین میاد و آناستاسیوس هم امپراتوری رو میبخشه بهش. این داستانی است که حالا رومی ها بعدن ساختن و پرداختن تا یک مقدار یک خبائثی رو از این جوستین پنهان کنن، اما داستان واقعی اینطوری نیست. حالا جوستین کیه؟ این در ابتدای تولدش و تا زمان نوجوانی در تراکیه یا ایلیریا در اون سمت ها زندگی میکرده و پرورشنده خوک بوده، دامپرور خوک بودن، کلن تو کار این بودن و چوپانی خوک انجام میدادن، تا اینکه یک سری اقوام شمالی به اون نواحی حمله میکنن، اینا فرار میکنن میان به قسطنطنیه. اونجا که میاد وارد ارتش روم میشه، جذب ارتش میشه، کم کم مدارج ترقی رو طی میکنه، حالا به واسطه اون جنگاوری هایی که انجام میده و اتفاقات که میفته، یه سری زد و بندهایی این وسط انجام میده، لول به لول میاد بالا و به مقام سناتوری میرسه و در نهایت در اواخر دوره آناستاسیوس میشه فرمانده گارد کاخ پادشاه. و در همین دوران آناستاسیوس که سنش هم زیاده از دنیا میره و خب خبر مرگش که پخش میشه، بزرگان جمع میشن در کاخ تا امپراتور بعدی رو تعیین کنن. سلر میاد که در موردش در جنگ های ایران با قباد توضیح دادیم، جوستین میاد، یوحنای کاپادوکیایی که پاتریارخ شهر قسطنطنیه هست اونم حضور پیدا میکنه و میخوان رایزنی کنن برای اینکه چه کسی امپراتور میشه. گفتیم آناستاسیوس بچه ای نداره، یک برادری داره پاولوس که اون هنوز زنده است و شخصیت های مختلفی که قدرت رو دارن اینجا دارن سعی میکنن که به نوعی بتونن با جمع‌آوری رأی بزرگان امپراتور بعدی روم بشن. دو نفر از این بزرگان، تئوکریتوس و آمانتیوس، اینا خب ثروت زیادی هم داشتن، یه بخشی از لشکر روم هم دست اینها بوده که از نظر جمعیتی نسبت به اون لشکر که جوستین داشته تعدادشون بیشتر بوده، در نتیجه پول بیشتری هم دستشون بوده. اینا میان چیکار میکنن؟ شروع میکنن به دادن رشوه به بزرگان تا بتونن حمایت اونا رو جلب کنن. یکی از کسایی که اینا مجبور میشن یه رشوه زیادی بهش بدن چون سربازان گارد شاهی دستش بوده، همین جوستینه. میان یه پول کلوفتیو میدن به این آقا، یعنی جوستین، تا حمایتش رو جلب کنن برای اینکه رأی بده تا این آمانتیوس امپراتور بشه. جوستین میاد بین رکب میزنه اون رشوه‌ای که گرفته رو، خودش شروع میکنه رشوه میده به بقیه تا حمایت بقیه رو جلب کنه برای اینکه خودش امپراتور بشه. در نهایت این هیله‌ای که به کار میمنده به نفعش میشه و جوستین با اون پولی که خرج میکنه حمایت بزرگان رو به دست میاره و به عنوان امپراتور انتخاب میشه با دادن یک سری رشوه ها به بزرگان. و حالا خودتون اینو مقایسه کنید با نحوه شاه شدن در ایران و در روم، ببینید که اصلا تفاوت شاه شدن در ایران و روم در همین دوره‌ای که حالا اوج روم به قول خودشون هست چه شکلی هستش. خب این جوستین که شاه میشه و به عنوان امپراتور تعیین میشه، خیلی سریع میاد اون دو نفر، یعنی تئوکریتوس و آمانتیوس رو به قتل میرسونه و اعدامشون میکنه تا از شهرشون راحت بشه، سریع اینا رو هضم میکنه. از طرف دیگه این شخص خیلی اصلا اطلاعی از نحوه حکومتداری و فرایند و اینا نداشته،
یک چوپانی بوده که خوک پرورش میداده در روستاهای اطراف حالا امپراتوری روم در مرزها، فرار میکنه میاد جذب ارتش میشه و اعزام میشه به جنگا، حالا اون رو پیشرفت میکنه تا میشه فرمانده گارد شاهی. و اینکه چجوری باید اقتصاد رو سر و سامون بده، با بزرگان چجوری رفتار کنه غیره رو اطلاع نداره. این باعث میشه چیکار کنه؟ یک سری مشاورین رو به خودش نزدیک میکنه و یک مشاور خیلی معتمدی رو هم در کنارش میذاره و اون خواهرزادش هست که امپراتور بعدی روم میشه، جوستینین یا جوستینیان، که حالا در دوره خسرو مفصلا بهش میپردازیم. و این مشاورانش هستن که میان کمکش میکنن و به نوعی میشه گفت که جوستین تقریبا نقش خیلی مستقیمی در امپراتوری نداره، مخصوصا در اواخر حکومتش که دیگه کاملی مشاورانش هستن که مسلط هستن. حالا جوستین که میاد شروع میکنه به اینکه حکومت روم رو گسترش بده و به نوعی چنگ انداختن به حکومت‌های مجاورش. اولین جایی که شروع میکنه باش درگیر میشه نواحی ایتالیا هست. خب ما گفتیم در این دوره اون روم غربی کاملا فرو پاشیده و اقوام آستروگوت و ویزیگوت و غیره در اون نواحی حکومت‌های رو تشکیل دادن. میاد چیکار میکنه؟ نفوذش رو شروع میکنه در اون نواحی گسترش دادن. در این دوره تئودوریک نامی که آستروگوت هست در روم اون نواحی حکومت داره، میاد با این پیوند برقرار میکنه، میگه تو اونجا پادشاه باش، ما هم قبول میکنیم و ما تابع ما باش. اینا هم خب نمیخوان خیلی درگیر بشن، قبول میکنن. اما با اینکه قبول میشه اونا میان تابع روم میشن، در آینده به اختلاف میخورن. چرا به اختلاف میخورن؟ توی قسمت قبلی توضیح دادم که این آقای جوستین با یعقوبی ها و آریانی مذهب های مسیحی مشکل داره، خودش کالسدونیه. و خب در مورد آریانی ها خیلی صحبت نکردم، ولی اگه میخواید در مورد کلن اقوام مسیحی و از این شاخه های اون فرقه های اون اطلاع خوبی به دست بیارید، توی اون دو قسمتی که در مورد مسیحیت ایرانی و نسوریگری توضیح دادم میتونید مراجعه کنید، اونجا خیلی مفصل توضیح دادم. اما آریانی های مسیحی کسانی هستن که قائل به اینن که مسیح خدا نیست و مخلوق خداست، اما بقیه فرقای مسیحی این رو قبول ندارن. برای همین از همون ابتدا آریانی مذهب ها رونده شدن به نواحی مجاور و مرزی. یکی از اون نواحی همین نواحی هستش که آستروگوت ها و ویزیگوت ها هستن و اینا در اروپای غربی هستن. به مرور زمان این اقوامی که آریانی مذهب هستن گم میشن در طول تاریخ و قدرت میفته دست اون کالسدونی ها و بقیه اقوام. خب پس به خاطر همین اختلاف مذهبی که جوستین با اینا داره، مخصوصا جوستینیان خواهرزادش، کم کم اختلاف میفته و درگیری ها شروع میشه. پس یک چنگ اندازی داره میکنه به نواحی ایتالیا و سواحل اون نواحی. از طرف دیگه در ویدیو قبلی توضیح دادم که اینا دارن در نواحی عربستان هم دخالت میکنن و میان چیکار میکنن؟ یوسف زنواز که پادشاه همیر هست و با کمک حبشی ها میزنن زمین تا بتونن قدرتشون رو در اونجا هم ساری و جاری کنن. پس علاوه بر دست اندازی به اونجاها، داره به نواحی عربستان هم دست اندازی میکنه همین آقای جوستین. اینجا هنوز دور دوم جنگ های ایران و روم شروع نشده و قباد کاری به اینا نداره. از همین سمت دوباره شما میبینید که به نواحی ایبریا یا گرجستان هم اینا شروع میکنن دست اندازی. حالا این ایبریا سلسله ای که توش حکومت داره کیا هستن؟ سلسله ای هستن معروف هستن به خسروانی ها. اینا پیوند دارن از یک نسلشون به اشکانی ها و از یک نسل دیگه به شاپور ساسانی. پس ایرانی هستن و در اون نواحی ایبریا دارن چندین نسل حکومت میکنن. در دوره واختان که شاه همین دوره هست، اینا مسیحی میشن و گرایش پیدا میکنن به رومی ها. رومی ها هم از این استفاده میکنن به نفع خودشون یا به عبارت سوء استفاده میکنن و میان اینا رو جذب میکنن به سمت خودشون. حالا این واختانگه خودش در ابتدا با شاهزاده های ساسانی ازدواج کرده و در آینده کم کم به خاطر اون دین مسیحیش گرایش پیدا میکنه به رومی ها. شهر تفلیس یا تفلیس که با تبریز هم واژه و هم ریشه هستش رو همین آقای واختانگ ظاهراً بنیانگذاری کرده. خب واختانگ میاد به خاطر گرایش با رومی ها و اون حالا پیشنهادهایی که رومی ها میدن با قباد درگیر میشه. اینم داشته باشید. پس دخالتش در عربستان رو داشته باشید که میاد ملوک همیر رو میزنه زمین و ملوک همیر که میخورن زمین شروع میکنن با ملوک هیره درگیر شدن که متحدین ساسانی هستن. از اون سمت داره به ایبریا و گرجستان که تحت تابعیت ایران هستن هم دست اندازی میکنه. از اون سمت پادشاه لازیکا هم که هم مرز با همین گرجستان هست
میره پیش پادشاه روم، غسل تعمید اونجا پیدا میکنه و باهاشون متحد میشه و علیه ایران شروع میکنن فعالیت کردن. اینجا هنوز جنگ ایران با روم، دوباره تاکید میکنم، شروع نشده. و از اون سمت در کنار اینا داشته باشید، اینا شروع میکنن یک سری شیطنت هایی رو در ارمنستان هم انجام میدن. خب طبیعتا شما هم اگر جای قباد بوده باشید و یک مقدار به فکر مردهای خودتون و امنیت کشورتون باشید، باید دیگه وارد جنگ نظامی بشید. عربستان رو از دست داده، در گرجستان یا همون ایبریا، در لازیکا، در ارمنستان شروع کرده دست اندازی و اونا رو به سمت خودش کشونده. معادن طلا اینجا داشتن ساسانیا که خب دیگه بهشون طلا نمیده. از اون سمت سالهاست که پول برای نگهداری معابر شمالی رو به ساسانی ها طبق قراردادی که داشتن نمیدن و دارن هی اذیت میکنن. حالا در آینده میبینید که با اون اقوام شرقی ایران هم متحد میشن و از اون سمت هم ایرانی ها رو اذیت میکنن. علت درگیری قباد یک بخش مهمش اینه که خب اگر اینجا وارد درگیری نشه، اینا اذیت دارن میکنن و خیلی نواحی رو ممکنه از دست بده به خاطر اون بحث حالا نزدیکی مسیحی ها. و از اون سمت هم گفتیم که درگیری ها بیشتر سر اقتصاد هست و اقتصاد رو بخش مهمیش رو داره از دست میده قباد. عربستان اینجا افتاده به دست تقریبا همپیمانانه جوستین. اگه بخواد نواحی لازیکا و گرجستان و ارمنستان هم از دست بده، شاهراهای تجاری میفته در دست رومی ها و ساسانی ها به شدت تضعیف میشن و امکان فروپاشیشون خیلی زیاد میشه. از اون سمت اما جوستین یک ضعفی داره و همون ضعفی که توضیح دادم ابتدای ویدیو، اعتقادات مذهبیش هست که با یعقوبی ها و آریانی ها درگیره و همین درگیریش مخصوصا حالا جانشینش جوستینیان باعث میشه اون حد کمالی که تو انتظارشون بوده رو نتونن برآورده کنن از این اقداماتشون و این به نفع ایرانی ها میشه. و این زمینه، این اتفاقات و اون داستان عربستان و اون داستان شاهراهای تجاری زمینه ساز جنگ های مجدد قباد با اینها میشه و قباد حق داشته هر چقدر از اینها رو از بین ببره و شکست های سنگینی بهشون بده و تا جایی که میتونه ازشون باج بگیره. میبینید که اینا هستن که دارن شیطنت میکنن و آتش جنگ رو در ایران و میانرودان شعله ور میکنن. این داستان جوستین بود. گفتم یه توضیح بدم که بدون جوستین داره خودش یک شیطنت هایی میکنه و چه اتفاقاتی داره همزمان در روم اتفاق میفته. در اواخر دوران جوستین و اواخر عمرش، طبق گزارشاتی که ما داریم از مورخین رومی، تقریبا به سرنوشت یکی از افرادی که در دوران معاصر هست دچار میشه. میشه تقریبا شبیه بایدن، همین رئیس جمهور فعلی آمریکا، و عقلش رو به زوال میذاره، توهم میزنه، همون رفتارهایی که بایدن داره رو هوا دست میده به این و اون و حرف میزنه و اینا. تقریبا یه همچین حال و هوایی هم برای جوستین گزارش کردن و خب در اثر هم بیماری هم از دنیا میره و خواهرزاده جوستینیان جایگزینش میشه. این آقا رو خیلی دوستش دارن رومی ها و حالا توضیح خواهم داد که خسرو انوشیروان چه بلایی سر جوستینیان میاره. حالا داستانه اون خیلی جذابتر هم هستش. خب این داستانی بود که در مورد جوستین لازم بود بدونید و یک دید کلی در مورد اون اتفاقات که در دنیای اون روزگار داره میفته داشته باشید. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید و تا قسمت بعدی بدرود.